ما میخوایم آلترناتیو رو با هم مقایسه کنیم قبلا یه سری تکنیک هایی بود که ما میمدیم این کار رو انجام میدادیم به واسطه حالا اون زمان خودش مثل فوتومونتاش مثلا ما در این تکنیک میومدیم حالت بیفور افتر رو نشون میدادیم اما از اونجایی که دنیای الان دنیایی که باید بتونیم به صورت در لحظه مسائل رو با هم قیاس کنیم میخوایم درباره قابلیت جدیدی صحبت کنیم و یک تکنیک بسیار بسیار مهم در شهرسازی امروز مخصوصا شهرسازی دنیا و اون هم بحث تحت وب بودن هست خود بحث وب بیس ویژوالیزیشن یکی از موضوعات مورد علاقه بند است که این رو بنده توی فیوچر ورک تز فوق لیسانس در سال 98 بهش اشاره کردم که در آینده همچین موضوعی در جهان باز خواهد شد خب سیتی انجین یکی از ابزارهاییه که روی این فضا کار کرده روی فضای وب کار کرده درسته که لوکال هاست خود شرکت ازری هست و در یک فضای لوکال ما کار رو انجام میدیم ولی بالاخره فضا در وب هست یعنی دیگه فضا در نرم افزار نیست برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک لیر گروپ رو بسازیم برای ساخت لیر گروپ از این قسمت لیر نیو لیر گروپ رو میزنیم تا یک لیر گروپ برای ما باز بشه اینجا اسمش رو تغییر میدیم مثلا اسمش رو میذاریم آلترناتیو وقتی که این رو گذاشتیم آلترناتیو ما یه سری داده های یا لایه های سورس داریم مثل چی مثل این پارسل این سورس ماست دیگه بالاخره سورس این سایت ماست حالا چه سیمولیشن وضع موجود باشه چه مدلینگ وضع پیشنهادی باشه بالاخره سورس داده ای ماست یه استریت داریم و یه درختان رو داریم و یه دونه بیس مپ داریم که اون لایه نقشه ای ماست من این سورس های لایه ای رو میام ازشون کپی میگیرم توی اون حالت لیر گروپم پیست میکنم پس از این کپی توی این کنترل v پیست اینجا اومد از این پارسل کپی توی آلترناتیو پیست از این استریت کپی توی آلترناتیو پیست از این کپی پیست و بعد لایه های سورس رو هم قفل میکنم هم خاموش میکنم چرا چون همشون اینجا هست دیگه ازشون یه کپی ساختیم خب یه سیو میگیرم اینجا اسم رو میام تغییر میدم اینجا بیس مپ این حالت در واقع پیستی که آخرش هست رو نیاز نداریم اینو اینجوری میگانیم و اینجا خب حالا اینجا رو نگاه کنیم یه نکته ای رو اینجا بگم ما میخوایم حالت بیفور افترمون رو در دو تا چیز نمایش بدیم یک حالت بیفور افتر ما یکیش میخوایم برنامه ریزی شهری سبعدی باشه یعنی کاربر شوینگ رو روی Urban پلنینگ و LOD پلنینگ رو روی کاربری 3D گذاشته باشه و یک افتر این ماجرا حالت 3D Urban با تکسچر باشه میخوایم این کار رو انجام بدیم این یکی از بیفور افتر هامون هست یکی دیگهش تو حوزه خیابونه یعنی ما یک اکشن پلن داریم روی یک شبکه سگمنت از خیابان که طرح طراحی شهری ماست مقیاس یک ماست و ما میخوایم روی اون کار انجام بدیم و اون رو با وضع موجود خیابون بیایم مقایسه کنیم پس این دوتا کار رو میخوایم انجام بدیم نکتهش اینه که بیفور افتر اینجا منظورمون حتما قبل از تعریض و بعد از تعریض یک خیابان نیست بیفور افتر میتونه قبلش برنامه شهری باشه بعدش طراحی شهری باشه مدیریت شهری باشه برنامه شهری باشه این دوتا با هم قیاس بشن منظورمون قیاس دو تا مطلب و دوتا در واقع سابجکت یا موضوع هست پس وقتی که ما قرار قیاسی در پارسل داشته باشیم یعنی یک پارسل ما میشه پارسل اربن پلنینگ ما پس من میام اینجا اسمش رو تغییر میدم رینیم میکنم اسمش میشه پارسل اربن پلنینگ این پارسل اربن پلنینگ رو من کنترل آ میگیرم تا همه انتخاب بشن میبینید این بولد شده الان لایه سورس هم قفل کردیم خب این پارسل اربن پلنینگه گفتیم میاد روی شوینگ اربن پلنینگ و کاربری 3D قرار میگیره اینه درست شد اینه برای ما این اون در واقع چیزیه که ما دنبالش هستیم توی وضع در واقع پارسل اربن پلنینگ ما و یه پارسل دیگری هم داریم که در حالت طراحی شهری با تکسچره پس میام از همین دوباره یه کپی میگیرم اینجا پیستش میکنم این رو میارم زیر این قرار میدم مهم نیست گفتیم که زیت انجین اصلا با لایه کار نمیکنه با ماهیت لایه کار میکنه ماهیت لایه بالا و پایین بودنش مهم نیست اینجا چی میذاریم اینجا اسمش رو میذاریم اربن دیزاین توی اربن دیزاین چه اتفاقی میفته سلکت آبجکت انجام میدم توی اربن دیزاین میاد در حالت شوینگ اربن دیزاین قرار میگیره و حالت تکسچر گفتیم مد نظر هست حالت تکسچر رو براش مشخص بکنیم ببینید الان شاید این سوال براتون پیش بیاد که الان چرا اینا در واقع رو هم افتادن به خاطر اینه که این دو تا لایه روشنه من این لایه اربن پلنینگ رو خاموش کنم دیگه اربن پلنینگ برداشته میشه فقط تکسچر برای ما گذاشته میشه پس ما الان بیفور افتر رو در حالت اربن پلنینگ و اربن دیزاین ایجاد کردیم دو تا لایه‌شو قفل میکنم حالا هر دوست دارم روشن میگم هر تاشم روشن کنیم رو هم میافته اینجا فعلا برای ما مهم نیست برای همین یه دونش رو روشن میکنیم یه بیفور افتر دیگه هم ما داریم در بحث شبکه خیابان ها که اینه فرض کنید ما میخوایم روی این چهار را میخوایم صحبت کنیم طرح معرک توسعه ما تشخیص دادیم اینجا سایت باشه این میدانی که هست قرار این باشه من یه لحظه این رو این چرا تیردی نشده احتمالا بله این مسکونی تجاریه خب یه نکته جالب همینجا بگم و خیلی نکته ظریفی هم هست ببینید الان این مسکونی تجاریه ولی ما مدلش نکردیم حالا اینجا الان من میخوام این بشه مسکونی من اگه این تجاریش رو بردارم فقط مسکونیش بذارم این در آن واحد میاد مدل سازی میشه بر اساس اون چیزی که توی کد هست یعنی نگاه کنید بچه ها اون چیزی که دنیا دنبالش میگرده مدل سازی سالید یا جامد نیست اون چیزی که دنیا دنبالشه همچین مدلیه نگاه کنید مدلی که وصل باشه به پایگاه داده این مدل برای ما ارزشمنده ما روی این مدل میتونیم تحلیل زلزله انجام بدیم ما روی این مدل میتونیم تحلیل شبیه سازی سیل انجام بدیم ما روی این مدل میتونیم همزاد دیجیتال رو جلو ببریم در مدل های سالید ما اصلا نمیتونیم این کار انجام بدیم چون ماهیت یک تریدیه اما اینجا ماهیت تریدیه که بر اساس دیتابیس داره کار میکنه الان دیتابیس کاربری زمینش مسکونی تجاری توی کد تعریف نشده من میخوام این مدل بشه فقط کافی تجاریش بردارم یعنی مسکونی باشه یه اینتر که بکنم این پارسل مدل میشه میاد بالا بر چه اساسی بر اساس تمام اطلاعاتی که اینجا داشت این دوی که اینجا هست به خاطر این دو طبقه بود حالا این اگه شد هفت طبقه اینتر کنم در لحظه میشه هفت طبقه این نکته بسیار بسیار نکته مهمیه که ما سیستمی باید داشته باشیم که وصل باشه به پایگاه داده و یادتون باشه که هیچ منبع داده ای در دنیا غنیتر از شهر نیست بنابراین قطعا شهرسازی آینده شهرسازی مبتنی بر داده خواهد بود و قطعا شهر قدرتهای های آینده شهر داده ها خواهند بود که این خودش یک بحث علمی بسیار مفصله که جا نیست اینجا بهش بپردازیم در یه کمی صحبت کنیم و غایتش هم این فول سیتی ها هستند شهرهای با بصیرت یا شهرهای با بینش بتونن خودشون ما رو به تصمیم برسونن خب پس ما یک مدلی داریم که وصل به پایگاه داده الان اونجا اومدیم این کار انجام دادیم یعنی الان من تو این پایگاه داده هر کاری که انجام دادم اینجا اعمال میشه یه نفر میاد میگه که خب چه کاریه من اصلا نمیخوام با الگوریتم کار کنم خب من نمیخوام تلگرام نصب کنم اونجا پیام بدم من نمیخوام با الگوریتمی مدل انجام بدم میخوام چند نفر نیروی اسکچاپ بگیرم و این کارو رو برای من انجام بده حالا دو ماه بشه اشکالی نداره اصلا بحث ما این نیست اشکالی نداره که دو ماه بشینه سه ماه بشین انجام میشه پوشپول میکنه بالاخره انجام میشه نکته ما اینه که مدل باید وصل باشه به پایگاه داده اگر مدل وصل نباشه به پایگاه داده به درد ما نمیخوره خب الان من این کار انجام دادم بعد یهو من میفهمم که سایتم قرار سه برابر بشه اصلا یعنی من این داده هایی که این پایین هست رو این ها هم رفتم برداشت کردم سایتم به جای هزار قطع زمین شده 15 هزار قطع زمین خب شما چند تا نیروی دیگه میخوای بگیری این کار رو انجام بدی چند ماه دیگه باید وقت بذاری اما الان در سیتی انجین چی؟ هیچی کد آماده است دیگه چارچوب رو به دیتابیس سوار شده کار داره الگوریتم انجام میشه کافی اون الگوریتم رو درگ دراب کنی رو پارسل ها تموم شد به همین راحتی اینی که ما میگیم الگوریتم تعمیم یابنده است میتونه گسترش پیدا بکنه منظورمون اینه الان اینجا اگر یک قطعه زمین باشه کار انجام میشه اگر بشه صد هزار قطعه زمین به این دیتابیس رو داشته باشه در لحظه انجام میشه پس بدونید که هسته سی تی انجین بر مبنای سی آی ام هست سی تی انفورمیشن که این بسیار موضوع در واقع جذابی هست و جوزف کنم مقالات اولی که بنده نوشتم روی همین ام بود در حوزه مدیریت شهری توی حوزه بحران این چهارا گفتیم اکشن پلن ماست بالاخره این خیابونه از بیس که اینجوری نبوده ما اومدیم با ابزار فیت وی تو شیپ اومدیم این رو فیت کردیم برای همین من یکی از این خیابون ها رو میارم حالا اشکالی نداره اصلا ما میگیم این این وضع موجود ما مهم نیست ما میگیم این وضع موجود ما ما رو همین یه وضع پیشنهادی خواهیم داد هم این ستا خیابون رو پیشنهاد میدیم هم میدونه رو تغییر میدیم هم اینجا روی این یک اکشن پلن جدی رو پیاده میکنیم پس من یه استریتی دارم که اسمش رو رینیم میکنم میذارم استریت وضع موجود قبول دارید که الان باید از این استریت وضع موجود یه کپی بگیرم دوباره توی اون لیر گروپم پیست کنم و اسم بیانمش اینجا اسمشو میذارم استریت وضع پیشنادی مگه توی طرحهای شهری همین کارها رو انجام نمیدادید یا وضع موجود داشتید اون بیس میشد وضع بیستون برای توضیح دادن وضع پیشنادی و اون رو وقتی که روش اکشن پلن هاتون رو برنامه های اقدام رو روش پیاده میکردید میشد می طرح می شما میشد شد طرح مثلا طرح جامعه سبودی یا مثلا براش راهنما می نوشتید اون چیزی که ما تو کد مینویسیم در واقع راهنماست چون پیاده میشه و ویژوال میبینیمش دیگه راهنما بودنش رو از دست میده خب نظر ترنسیک یک نظریه راهنماست وقتی میاد توی محیط بصری ویژوال میشه ما اونجا سبودی میشه میتونیم ببینیم اون دستورالعمل رو که چطور نمود پیدا میکنه خب ما چون تو شهرسازی دوستان ابزاری نداشتیم که بتونه برای ما تفکرات ما رو در حوزه طراحی پیاده بکنه برای همین سراغ اسکیس میرفتیم واژه اسکیس یعنی مهار طوفان ذهنی یعنی اینکه شما ای چیزی رو سریع اسکیچ کنید و اون چیزی که در ذهنتون هست رو پیاده کنید ما چون توی شهرسازی تولزی نبود که بتونه خیلی سریع این کار رو بر ما انجام بده یعنی بگیم که مثلا فلان اتفاق بیفته ابزاره این کار رو بر ما انجام بده چون این تولز رو نداشتیم اسکیز شد یکی از اصلی ترین تولز هایی که ما بتونیم چیزهایی که در ذهنمون هست رو بتونیم مهار کنیم خب ولی امروز ما ابزاری داریم که مبتنی بر فناوریه یعنی بیسش تکنولوژیه خب سیتی انجین در خودش یک هوش داره یک هوشی درش نهفته است که داره کارها رو انجام میده و این تکنولوژی اون مبحث ریل تایم بودن رو اون مبحث مهار طوفان ذهنیه رو به صورت تریدی در لحظه برای ما انجام میده این میشه قدرت این ابزار قدرت این ابزار در حوزه تریدی خب الان من یه وضع موجود دارم و یه وضع پیشنهادی وضع موجود و پیشنهادی الان هیچ تفاوتی با هم نداره میخوام توی هم مدل سازی و هم اندازه ها اینا با هم متفاوت باشن توی وضع موجودم وضع پیشنادی رو قفل میکنم میبندم پارسل ها رو بر میدارم توی وضع موجود خود من این شبکه خیابون های وضع موجود رو میام از لایه قفل خارج میکنم همه رو سلکت میکنم وضع موجود من میاد از یک کد ساده استفاده میکنه اون کد ساده در ازری لیپ هست موجود استریتش رو استفاده میکنه از اینجا ماژول استریت و این ماژول استاندارد رو روی تمام خیابون های وضع موجود چون وضع موجود ما اینجوریه دیگه یعنی فرض ما بر اینه که وضع موجود این شکلیه میایم این رو اعمال میکنیم روی وضع موجود سب میکنیم تا مدل سازیش انجام بشه خب پس این شد وضع موجود ما الان من اگه پارسل ها رو روشن کنم این میشه وضع موجود ما کجا داره اتفاق میفته توی استریت وضع موجود یه استریت دیگه داریم وضع پیشنهادی ماست توی استریت وضع پیشنهادی ما باید بیایم اون پیشنهادات خودمون رو بدیم نکته ای که اونجا بهش اشاره کردیم ببینید این پارسل الان مدل سازی نشده چرا چون مسکونی تجاریه یعنی ما مسکونی تجاری تو کد وارد نکردیم اگر من دوباره توی دیتابیس این رو تغییر بدم مسکونیش کنم کنم متناسب با اطلاعات بعدیش میاد مدل میشه خب ما الان میخوایم استریت وضع پیشنهادی رو با هم جلو ببریم استریت وضع پیشنهادی ما توی شهرسازی چیکار میکردیم برای وضع پیشنهادی همون کاری که دقیقا در طرحهای شهری در دانشگاه ها و کلاس های درسیمون انجام میدادیم اینجا همون کار رو میایم تکرار میکنیم توی شهرسازی مخصوصا توی طرحهای شهری ما برای اینکه پروژه رو انجام بدیم روندش همون روندیه که از قدیم الایام بوده در واقع شناخت تحلیل تر و حالا بعدا اومد شناخت هدفمند و تحلیل و تر قرار گرفت بحث اینه که ما در ساخت یک طرح شهری میایم کیفیت های شهری رو بهبود میبخشیم ببینید دوستان کیفیت قابل اندازگیری نیست ما نمیتونیم سرزندگی رو اندازگیری کنیم ما نمیتونیم نفوس پذیری رو اندازگیری کنیم نمیتونیم همپیوندی رو اندازگیری کنیم اینا کیفیت های طراحی شهری هستن که حالا در کتاب دکتر پاکزاد هست 60 تا کیفیت وجود داره در کتاب دالان های دروازه دکتر بهسادفر، 9 تا نمایانگر وجود داره که اینا هر کدومشون اگر شما برید مطالعه کنید 66 تا کیفیت میشه ازشون استخراج کرد ما نمیتونیم این کیفیت ها رو اندازه گیری کنیم برای اینکه بخوایم کیفیت ها رو بسنجیم میریم سراغ یه چیزی به اسم سنجه یا معیار مثلا چی مثلا ما همپیوندی رو نمیتونیم اندازه کنیم میریم تعداد اتصالات به یک خیابون رو میشمریم هر خیابونی که اتصال بیشتری داشت میگیم این خیابون همپیوندیش بالاتره ما خود همپیوندی رو اندازه نمیتونیم بکنیم میریم بر اساس تعداد اتصالات سرزندگی ما سرزندگی رو نمیتونیم اندازه کنیم ولی میریم تعداد آدمایی تو فضا رو میشماریم میگیم این فضا سرزنده است حضور پذیری اجتماع پذیری گودک مداری سالمند مداری اینا همه کیفیت های طراحی هستن وقتی که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم پس باید بریم سراغ سنجه معیار اون چیزایی که ملموسه میتونیم انجامش بدیم برای همین نکته که گفتم یعنی از این گزاره‌ای که از ابتدا تا الان گفتم برای همینه که شهرسازی مخصوصا طراحی شهری یک رشته سهل و ممتنع شده یعنی در اوج سادگیش بسیار پیچیده است دلیلش اینه که شما با یه چیز ملموس سر و کار ندارید با کیفیت سر و کار دارید و این کیفیت قابل اندازه‌گیری نیست زیبایی رو می‌خواد اندازه‌گیری کنید به تناسب بسایی رو بسنجید حالا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم و بیایم ها رو برای طرحمون در نظر بگیریم و اون‌ها رو پیاده کنیم توی طرحا چیکار می‌کردیم معمولاً سه تا هدف کلان میذاشتیم. هدف کلان ما چی بود مثلا افزایش سرزندگی خب سرزندگی کیفیته ارتقاء امنیت محیطی امنیت محیطی که کی کیفیته افزایش قابلیت پیاده مداری این که کی کیفیته پس هدف های کلان ما در شهرسازی در واقع کیفیت های طراحی هستند که ما از طریق سیاست هایی که میدیم میایم این کیفیت ها رو از طریق معیارها افزایش میدیم و بعد میگیم تر رو بهش رسیدیم آلترناتیو بینه رو تونستیم بهش برسیم پس اون چیزی که اهداف کلان ما هستند در واقع کیفیت های طراحی ما هستند ما توی این ترس کیفیت طراحی رو دنبال میکنیم همون سرزندگی امنیت و موضوع قابلیت پیاده مداری سناریوی هدف ما یعنی اکشن پلن ما روی این خیابون قرار اجرا بشود من از حالت گفت خارجش کنم این خیابون این اکشن پلن ماست یعنی برنامه راهبردی ما به صورت خاص روی این خیابون اعمال میشه اما این در واقع اطراف رو هم ما کار میکنیم چون ما یه وضع موجودی هم از اینجا داشتیم این وضع موجود ماست پیشنهاد ما هولوش این محدوده میچرخید اول من میام وضع پیشنهادیم رو ابتدا یه مدل میکنم این پیشنهادی ما این چهار تا خیابون و این میدونه بود اول میام میدونه رو از این حالت چهار را حالت میدون بهش میدم یک حالت فلکی شهری درست میکنم این رو انتخاب میکنم میام در تایپ گزینه رو, رو روی راند باوت قرار میدم و بعد با پارامترهاش با تغییر پارامترهاش کنترلش میکنم تا یک میدان میدانچه رو برای من ایجاد کنه و حالا این پارامترها هر چقدر تغییر کنه میبینید اون خودش رو در لحظه نشون میده این از این نکته پس اولین کاری که انجام دادیم کجا داره این اتفاق میفته در استریت وضع پیشنهادی اینجا داره اتفاق میفته میبینید بولد هم شده پس دیگه من هر کاری که انجام میدم تو وضع پیشنهادیه همه رو انتخاب میکنم از ماژول کامپیلت استریت به عنوان یک ماژول هدف روی طرح خودم استفاده میکنم کامپیلت استریت رو درگ دراپ میکنم روی وضع پیشنهادی خودم الان تو وضع پیشنهادی این اومد و انجام شد خب توی وضع پیشنهادی گفتیم این میشه اون برنامه راهبرد ما این خیابون خاصه که فعلا چون میخوام تغییرات بیشتری درش بدیم فعلا من این ستا رو تغییرات رو توی اینها اعمال میکنم بعد دکمه شیفت رو میگیرم ستا خیابون رو انتخاب میکنم و بعد حالا اون خیابون رو به صورت خاص میخوایم بهش بپردازیم و میام تغییراتی که مد نظرم هست رو به عنوان پیشنهادی میدم مثلا چی مثلا همون شبکه درختانی که وجود داشت بخش های مختلف دیگه تکسچر رو مثلا میتونیم تغییر بدیم ولی من فعلا فقط روی این سه تا خیابون همون شبکه درختان رو اضافه میکنم میخوام رو اون خیابون اصلی بیام پیشنهاد اصلی رو اجرا کنم این الان اجرا شد این خیابون هم خیابون هدف برای ما خیابون اصلی ما هست که میخوایم روش کار کنیم توی این خیابون تغییراتی که وجود داره متناسب با اهدافمون اونها رو جلو میبریم اولین هدفی که ما دنبال میکردیم گفتیم سرزندگی امنیت و قابلیت پیاده مداری توی قابلیت پیاده مداری خب ارز سواره رو ما باید بدیم به بحث به بحث پیاده محوری من میام این رو این 8 متر رو 6 متر در نظر میگیرم و این دو متری رو که کم کردم میذارم روی شبکه پیاده روی که وجود داره که میبینید اینجا بود که ما میرفتیم اسکیس کار میکردیم که میخواستیم این طوفان ذهنیه رو مهار کنیم دیگه الان ریل تایمه میگیم میشود میخوایم میشه اینجوری نیست که ما منتظر بمونیم خب الان این کار رو انجام دادیم گفتیم بحث قابلیت پیاده مداری دیگه پس میام در قسمت مربوط به بایک لاین و بایکلاین خودم رو ایجاد میکنم میبینید میگیم میشود این دقیقا همون مهار طوفان ذهنی است یه بافری هم براشون در نظر میگیرم جنریت میکنم بافر هم در نظر گرفته شد ببینید داریم طرحی که در ذهن اون هست رو پیاده میکنیم برای بافر یک بافر تایپ هم در نظر میگیریم. اینجا بافر تایپ رو هم در نظر میگیریم تا این فضا از هم جدا بشه. نکته بعدی این بود که ما می اومدیم در پیاده رویی که اینجا داشتیم هم تغییرات رو ایجاد می کنیم. پس ما قابلیت پیاده مداریمون تقویت شد. چی بود؟ راهبرد ما، راهبرد ما. هدف کلان چی بود؟ ارتقا پیاده مداری راهبرد ما چی شد کم کردن ارز سواره و دادن این در واقع مسیر سواره و مسیر دوچرخه ما فرض اون اینجا رو میخوایم کلا دوچرخه اختصاص بدیم نکته بعدی راهبرد بعدی چی بود اضافه کردن ارز پیاده رو این یک راهبرد اکشن پلنش اینجا انجام شد راهبرد بعدی در بحث کیفیت سرزندگی میشه ایجاد پوشش گیاهی برای افزایش سرزندگی این میشه راهبردش اکشن پلنش چیه میشه کاشت درختان یا ایجاد درختان برای تقویت سرزندگی با استفاده از پوشش گیاهی پس میام پارامتر مربوط به اون رو که مربوط به درختان هست رو ایجاد میکنم تموم شد ایجاد شد ما اون چیزی که در ذهنمون بود اکشن پلنش ایجاد شد خب نکته بعدی که وجود داره استفاده از نیمکت ها برای بحث استراحتگاه برای افراد در جهت سرزندگی نیمکت های ایجاد شد استفاده از چراغ روشنایی در جهت افزایش امنیت محیطی در هر دو سمت یکی از اهداف کلان ما امنیت محیطی بود ایجاد شد ما اینا رو قبلا میومدیم اومدیم اسکیس می کردیم چون طولزی نبود که بتونه اینها رو ریل تایم ایجاد کنه ما ببینیم که چه اتفاقی داره میفته و اسکیس راحت ترین مسیری بود که ما میتونستیم به اینها برسیم چون ابزارهای دیگه برای ما نبودن برای شهرسازی نبودن که بتونیم کار رو انجام بده و کار بعدی که مثلا میخوایم انجام بدیم تعین فضایی رو میخوایم با کفسازی تغییر بدیم ایجاد کفسازی متفاوت از اطراف در جهت تعین فضایی میام این کار رو انجام میدم خیلی راحت هر کدوم از اینها رو که نیاز داشته باشم میتونم اینجا ایجادش کنم یا هر تکسچر دیگه ای که مد نظرمون باشه رو میتونیم اینجا ایجاد کنیم بستگی داره ما چی تو ذهنمون باشه همین خوبه در جهت افزایش سرزندگی حضور افراد در فضا عامل سرزندگی فضاییه پس من این رو هم تقویت میکنم چون سیستم پارامتریک هست چیزی که شهرسازی بیشتر از هر چیزی بهش نیاز داره اون بحث پارامتریک بودن هست خب این رو ایجاد کردیم و اون مسیر دوچرخه رو هم براش دوچرخه سوار در زمین میگیم که اینجا کامل دیگه مدل بشود توی قسمت پاپولیشن میایم پارامترش رو تغییر میدیم خب این هم انجام شد الان ما یک هدف کلان داشتیم سرزندگی امنیت محیطی و ارتقا پیاده مداری کاملا در این طرح انجام شده یعنی ما با یک سیستم ریل تایم یک سیستم پارامتریک میتونیم این کار انجام بدیم حالا هر تغییری هم که نیاز باشه انجام بدیم دیگه مسئله ای نیست چون سیستم داینامیک هست اینجا وقتی که اینجوری شده به خاطر اینکه تغییر ارز ما اینجا داشتیم من بقیه شبکه خیابون رو هم میام با همین کد مدل میکنم یا با حالا همون کده فقط این چهارتا تا الان شبکه اصلی من تو وضع پیشنهادی هستن دیگه من بقیهش رو دیگه همون وضع موجود رو براشون استفاده میکنم فقط این چهارتا در واقع اون اصل اون جایی بودن که ما اومدیم و آلترناتیو رو روش پیاده کردیم خیابونهای های دیگر رو انتخاب میکنم یعنی تمام خیابونهای های پیشنهادی رو انتخاب میکنم به جز این یعنی کنترل شیفت رو میگیرم تا سابترکت انجام بده و این چهارتا رو آن سلکتش میکنم و بعد بقیه رو از همون کد ازری استفاده میکنم چون دیگه پیشنهادی من نیستن اینها میخوام فقط کد داشته باشن دیگه چون میخوایم اونا رو وارد محیط وب کنیم همه مدل باشن این هم انجام شد این داره انجام میشه داره مدل رو انجام میده و این هم انجام شد این چیزی که اینجا ایجاد شده به خاطر این تغییر عرضه که ما اینجا داشتیم ببینید این سگمنت ارز 6 متره این سگمنت اینجا 8 متر اگه این بشه 6 متر اینتر کنیم اینجا این درست میشه خب من این رو 6 در نظر میگیرم و پیاده روهای این سمت رو هم 5 میکنم تا این مشکل برطرف بشه که از لحاظ ویژوال درست ببینید خب ما الان این کار انجام دادیم پس یه وضع پیشنهادی یک اکشن پلن ما به صورت خاص رو این خیابون و بعد این چهار تا خیاب، خیابون اطراف رو هم ما تغییر دادیم توی وضع پیشنهادی یه وضع موجودی هم داریم اینه پس ما یه وضع موجود داریم و یه وضع پیشنهادی ما میخوایم این رو به صورت بیفور افتر نمایش بدیم برای نمایش دادن این کار که ما بتونیم این رو در تکنیک بیفور افتر داشته باشیم نکتش اینه که خب شما میاید لایه هایی که در اون لیر گروپ بود مثل این این و همه لایهها ها رو تیکش رو فعال میکنید قفلش رو بر میدارید تا این برای شما ایجاد بشه الان همه لایه ها وجود دارن یه نکته ای که باید شما بهش دقت کنید اینه که وقتی ما بیایم اینجوری سلکت انجام بدیم این بیس انتخاب نمیشه تکنیکش اینه که اول بیس رو انتخاب کنید بعد شیفت رو بگیرید و بعد همه رو توی محیط سلکت کنید با استفاده از این تکنیک شما میتونید این کار رو انجام بدید و بعد بیاید در واقع اون رو ببرید توی فضای وب خب حالا من قبل از اینکه این, که این کار انجام بدم یه نکته رو روی درختان توضیح بدم و بعد میرم تو فضای وب کار میکنم اینجا رو ببینید بچه ها. ما توی بحث تکنیک تو یه چیزی رو در پارت قبلی گفتیم و اونم تکنیک تو چایل بود اون رو دیگه فرصت نشد گفتیم در جلوتر بهش میپردازیم اینجا الان جاش هست به نظرم گفته بشه تکنیک تو چایل. ببینید ما الان اینجا در این کفی که وجود داره خب ما بهتره یک چمنی یه تکسچر چمنی یه چیزی اون کف داشته باشیم که این تو این حالت در واقع اینجوری قرار نگیره یه تکسچری وجود داشته باشه البته اینکه ما از اینجا شیپ رو خاموش کنیم اون روی در واقع خود بیس مپ قرار میگیره ولی فرض کنیم این بیس مپه نباشه حالا اگه نبود چی اینو چجوری برطرف کنیم این میشه توی حوزه تکنیک تو من این رو خاموش کنم این تکنیک رو هم توضیح بدم و بعد دوباره کار رو ادامه میدیم روی این توضیح رو میدم خب کدش رو باز میکنم کدش رو یادم نیست کجاست نیازی نیست از این قسمت رول فایل یه کلیک روش میکنم کد باز میشه بعد این کد من یادم نیست کجاست مدل هار یکی رو باز میکنم این اسپکت مدلش میکنم این اسپکت مدلش رو میزنم اینجا متوجه میشم که در واقع کجای کار برای من وجود داره این مدلی که هست چون از کتابخونه استفاده کرده بودیم من میام پایین اینجاست میبینید اینجا از کتابخونه درختان استفاده کردیم و این اینجاست خب حالا توی این قسمت من میام از تکنیک تو چایلد براش استفاده میکنم تکنیک تو یعنی اینکه که من میام دو تا چایلد برای این در نظر میگیرم و بعد اون دو تا رو این رو روش اعمال میکنم اینو هشتگ میکنم اینتر یک چایلد بشه مثلا کاور و یک چایلد دیگه بشه درخت خب وقتی که این کارو کردم الان اونی که درخت هست میشه این کدی که اینجا هست کاوره چی کاوره من میام یه تکسچر براش مشخص میکنم یعنی کاور اینجا میام براش تکسچر مشخص میکنم حالا تکسچر چمن رو مثلا میتونم از همین ازریلیب توی اسید توی گراند کاور توی اینجا و یکی از اینها رو انتخاب کنم حالا هر کدومش که بهتر بود مثلا همین شماره چهار درگ دراپش کنم اینجا و اینجا ستاپ پروجکشن پارامتر اولش یو ست بود که صفر پارامتر دومش اسکوپ بود گفتیم در حالت دیفالت اون رو اسکوپ ایکس قرار بدید بعد اگر نیاز بود تغییرش بدید چون الان دو XZ ایکس البته درست روش کار میکنه بعد 100 درصد اون تکسچری که از, از ازریلی برداشتیم رو بذاره 100 درصد ارز و ارتفاعش رو تنظیم کنه پروژکت UV UV بزرگ که این هم پارامتر اولش میشه پارامتر اول استاپ پروژکشن که اینجا صفر بود پس اینجا هم صفر قرار میدیم و جنریت میکنیم خب من این درخته رو برمیدارم و از این کتابخونه روش استفاده میکنم خب ببینید الان ساخته شد نگاه کنید الان تفاوتش با قبلیه تو اینه که قبلیه اون کف شیپ کف هیچ چیز تکسچری نداشت برای همین شما اون رو خیلی در واقع خوب در نمی اومد کار الان ببینید تکسچر کش اومده به خاطر اینکه این, این اسکوپ XY ایراد داره چون محیط xz هست یعنی دو بودی کف هست روی xz میذاریم و الان اون عکسی که ما اینجا انتخاب کردیم که این بود الان روی این, این ایجاد شده بچه ها به این تکنیک میگیم تکنیک تو چایلد یعنی یه جایی نیاز هست ما دو تا چایلد برای یک پرنت انتخاب کنیم یعنی تری مستقیما دو چایلد تولید کرده یه کاور یه درخت بعد رو کاور تکسچر نشسته و روی درخت این اتفاق چرا و کی از این تکنیک استفاده میکنیم چرا به خاطر اینکه بعضی وقتا مثل اینجا نگاه کنید هنوز اینجا استفاده نشده ببینید زیر کار هیچی نیست بالاخره زیر کار یک چمنی یه چیزی باید باشه یک تکسچری باید باشه اینجا استفاده میکنیم این دلیل استفاده کردن از این تکنیکه کجا استفاده میکنیم هر جایی که نیاز بود روی صفحه دو کار انجام بدیم یه بار دیگه هر جایی نیاز بود روی صفحه دو کار انجام بدیم باید از این تکنیک استفاده بشه مثلا رو این صفحهی که الان اینجا هست دو کار من نیاز داشتم یکی اینکه چمن بیاد توی کف بشینه و درخت بیاد روی این چمنه بشینه پس به این دوتا کار ما نمیتونیم این رو توی کد بنویسیم چون اینجا یه دونه چال که بیشتر نمیتونستیم بنویسیم برای همین چون مستقیما می‌خواستیم کد رو بنویسیم این توی خط 53 اینجا قرار میگیره ولی ما چون میخوایم دو تا کار روی صفحه انجام بدیم پس میایم از تو چایلد استفاده میکنیم و این رو انجام میدیم حالا اگر من کل این درختان رو بگیرم و جنریت کنم الان همشون از این تکنیک استفاده کردیم و جالبه الان اگر من بیس مپ رو روشن کنم این شبکه هم با هم ببینیم شبکه یه استریت رو هم بیاریم دیگه الان اون مسئله ای که بیس مپ خاموش بود مثلا این تکسچر ها چمن زیرش نبود از بین میره میبینید چمن دیگه وجود داره جایی که درخت هست دیگه سفید نیست پس با استفاده از تکنیک قدرتمند تو چایلد ما میتونیم این کار رو انجام بدیم <applause>